بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان به سلسله دروس استاتیک خوش آمدید. در این ویدیو یک مثال کار میکنیم، مثال دوسه. در این مثال گفته که شما مسئله دو قوه را پیدا کنید که قوه 200 نیوتن و قوه F. مسئله از این به ما در سوال گفته که مسئله از این قوه F همراه 200 نیوتن در بالای محور Y قرار میگیره. یعنی یک شرطی سوال است که مسئله از این قوه F و قوه 200 نیوتن در کجا قرار میگیره؟ در محور Y قرار میگیره و ما میخواییم که قوه F پیدا کنیم. یکی بر ما چیزی که نامعلوم است، مجهول است، F مساوی به چی میشه و دیگر FR مساوی به چی میشه. این دو سوال را میخواییم که جر کنیم. قسمی که شما در ویدیوی گذشته بر شما گفتم که طریقه ساده است که ما میتونیم که این شکل ساده کنیم، یعنی اینی بخش چی فرض کنیم، یک پارتیکل یک ذره فرض کنیم و انتقال بدیم به محور کمیت وضعی قایم. در اینجا هم حل میشه. خب ساده شیسته که این ببریم به محور کمیت وضعی قایم. بخاطر از اینکه در ویدیو قبلی هم گفتیم که این شکل چی میکنیم، به شکل ساده انتقال میتیم. یعنی اینجا رزیر کمیت یک آینی کلان است که دو قوه کش شده توسط دو قوه کش شده، ایره چی میکنیم؟ به شکل یک ظرف حذف میکنیم. به اینجا میریم به شکل یک ظرف حذف میشه و می دو قوه را اینجا انتقال میدیم. این قوه میشه قوه 200 نیوتن ما و این قوه دیگه ما میشه قوه F. به شکل این قوه F است. حالا زاویه را میدیم. این زاویه که اینجا میسازه این زاویه 30 درجه است و دیگه این زاویه ما 45 درجه. بعد از اینکه ما میخوایم مسئله را پیدا کنیم، در سوال بر ما گفته که مسئله از دو قوه در محور وای قرار میگیره. حال چی میکنیم؟ از طریقه متوازی الاضلاع استفاده میکنیم. به این شکل موازی با قوه F، موازی با قوه F از انجام 200 نیوتن قوه 200 نیوتن رسم میکنیم. یک خط به شکل خط رسم میکنیم ای شد یک موازی با محور F. حالا چی میکنیم؟ حالا موازی با قوه 200 نیوتن از انجام قوه F میریم. به شکل از انجام قوه F موازی با قوه 200 نیوتن. بعد از این خطکش رو میگیریم، اما انجام هایی که اینجا وصل شده اینجا و امی مبدع دو قوه رو چی میکنیم؟ با هم وصل میکنیم. به این شکل این انجام ها رو وصل میکنیم ای قوه ما بنام چیاد میشه؟ بنام FR یا مسئلهش. این مسئلهش هم دریافت شد FR. حالا میخواییم که قیمت FR رو پیدا کنیم و قیمت F رو پیدا کنیم. در قسمی که در ویدیو گذاشته گفتیم ما میتونیم که انتقال قوه را انتقال بتیم چی؟ به طور موازی. مثلا این قوه را میتونیم که در اینجا انتقال بتیم بخاطر که اینجا یک مثلث جور میشه، مثلث FR 200 نیوتن و F. به این شکل ای قوه F را انتقال میدیم. به این شکل ای قوه F است. موازی است، فرق نمیکنه. اینجا هم اندازه است، اینجا هم اندازه است. ای قوه F را انتقال شده و یک مثلث جور شد، مثلث F FR و 200 نیوتن. حالا سعی کنیم قسمه که در شکل شما ببینید اینجا قوه F با محور X چند درجه جور کرده؟ 45 درجه. اینجا زاویه میسازه. حالا قسمه که شما اینجا میبینین، اینجا ما یک خط افق رسم میکنیم. به شکل اینجا خط افق رسم کردیم یا خط مو هورزنتال رسم میکنیم. شما میبینین که ای زاویه و ای زاویه چیست؟ متقابل بالرس است. یعنی اینجا 30 درجه باشه، اینجا چی میشه؟ میشه 30 درجه. به شکل و ما ای زاویه، ای زاویه چند میشه؟ ای زاویه رو پیدا میکنیم ما. سعی کنیم اینجا قوه F با محور X چند ساخته؟ زاویه 45 درجه ساخته اینجا و اینجا چی میسازه؟ 45 درجه دیگه. امی قوه F هسته با محور
x چند درجه می سوزه؟ 45 درجه. خب حالا مجموعه زاویه چند میشه؟ مجموعه 30 و 45 میشه 75 درجه. این زاویه ما شده 75 درجه. حالا ما میتونیم بسیار بسادگی قوه اف آر و اف نظر به قضیه ساین یا قضیه کوساین حل کنیم. اول از قضیه ساین استفاده میکنیم، نشته میکنیم که ساین زاویه چند درجه است؟ زاویه ما 75 درجه است. نشته میکنیم ساین 75 درجه بر مقابل زاویه 75 درجه کدام ضلع قرار داره؟ ضلع اف آر قرار داره یا ضلع مساله. نشته میکنیم اف آر مساوی میشه بر. حالا سعی کنین در اینجا چی معلوم است؟ 200 نیوتن معلوم است. خواه ما زاویه این زاویه که است نامعلوم است. این زاویه باید پیدا کنیم ما چند میشه. وقتی که اینجا 30 درجه باشه این چند میشه؟ اینجا که است زاویه قایم است. کلش زاویه مجموعش 90 درجه میشه. 90 منفی 30 میشه 60 درجه. به این شکل 60 درجه شده. 60 جمع 75 میشه 135. 135 مجموع داخلی زاویه مثلث 180 است. 180 منفی 135 میبانه 45 درجه. اینجا به شکل اینجا نشته میتونیم کده که ساین 45 درجه بر مقابل زاویه 45 درجه چی قرار داره؟ قوه 200 نیوتن قرار داره. نشته میکنیم 200 نیوتن به شکل. از اینجا اف آر ما مساوی میشه به 200 نیوتن ضرب ساین 75 درجه بر ساین 45 درجه. وقتی که ما صبح کنیم اف آر ما مساوی میشه به 273 نیوتن. این شد مسئله ما که در محور وای قرار داره. حالا میخواییم که جزء دیگه سوال حل کنیم که از ما چی خواسته؟ از ما قوه اف خواسته. باز هم از قضیه ساین استفاده میکنیم. نشته کده میتونیم که کدام این زل ما پیدا میکنیم؟ زل اف یا قوه اف پیدا میکنیم. مقابل قوه اف کدام زاویه قرار داره؟ زاویه 60 درجه. نشته کده میتونیم که ساین 60 درجه بر باز هم شما قسمه که میبینید مقابل 60 درجه زل اف قرار داره یا قوه اف قرار داره. نشته کده میکنیم که بر اف مساوی میشه بر. حالا شما میتونین که زاویه 75 بگیرین یا زاویه 45 بگیرین. 45 میگیرین نشته میکنیم ساین 45 درجه بر قسمه که در شکل میبینین که مقابل زاویه 45 قوه 200 نیوتن قرار داره. نشته میکنیم ساین 45 بر 200 نیوتن. از اینجا اگر اف پیدا کنیم اف مساوی میشه بر 200 نیوتن ضرب ساین 60 درجه تقسیم بر ساین 45 درجه. از اینجا این مساوی میشه به 245 نیوتن. این شد جواب جز دیگه ما. این بود دریافت مسئله به طریق متواصل از لا. سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نره.